18مین روز آذر ماه برابر با 9 دسامبر سال 943 خورشیدی برابر با 1564 میلادی، سوزانیدن ژان کالوین، احیاگر مذهبی در اروپا که در فرانسه به دنیا آمد و پس از طی تحصیلاتش در رشته حقوق و الهیات بر اثر یک تحول درونی ناگهانی همه توجه خود را به آیین پروتستان معطوف کرد. اما چون در آن زمان پروتستان ها تحت تعقیب و آزار بودند، وی در سن 25 سالگی عازف ژنو در سوئیس شد و آن شهر را مرکز پروتستانیزم قرار داد و قیام مذهبی خود را آغاز کرد. هرچند کالوین مردی حسابگر و استدلالی بود، با این حال سخت گیری های او نسبت به مردم در پذیرش آیین جدید باعث ایجاد شورش و اخراج او از شهر گردید و کالوین به سازمان دادن به قوانین شهر، ایجاد مدارس، رایزنی در مسائل سیاسی، توسعه داد و ستد و موعظه مشغول شد. از این زمان بود که وی فرقه کالوینیست را بنیان گذارد و نظر خود را در کتاب مبانی دین مسیح منتشر کرد. کالوین معتقد بود که کتاب مقدس یگانه منبع قانون الهی است و بر انسان است که آن را تعبیر کند و مبنای نظام اجتماع قرار دهد. اصول و عقاید فرقه کالوینیست ها که جزو دسته پروتستان ها محسوب می شوند دارای روح دموکراتیک و مخالف با کلیه مراسم و آداب مذهبی معمول در مذهب کاتولیک است. ژان کالوین سرانجام بر اثر مخالفت با کلیسا محکوم به مرگ شد و در 55 سالگی زنده زنده در آتش سوزانیده شد. سال 1219 خورشیدی برابر با 1840 میلادی، تأسیس کاخ کرملین در مسکو، مرکز سیاست روسیه. این کاخ در زمان نیکولای اول تزار روسیه در شهر مسکو پایتخت این کشور و در ساحل چپ رود مسکو بنا شده است و تا قبل از اینکه حکومت شوروی مقر خود را در این کاخ اعلام کند، کاخ موقتی تزار نامیده می شد. کرمل به معنای ارگ دولتی و دژی است که داخل شهری بسازند، دارای دیوارهای سنگی بزرگ باشد و همچنین ادارات دولتی داخل آن واقع شوند. هرچند در روسیه کرمل های زیادی وجود دارد، ولی از همه مهمتر و معروفتر کاخ بزرگ کرملین است که اکنون ادارات مرکزی دولت روسیه در آن واقع است. در کاخ کرملین مهمترین مجمع های عمومی، جلسات شورای عالی و کنفرانس های بزرگ بین المللی تشکیل می شود. سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد. 11 سال پس از آغاز جنگ 8 ساله عراق علیه ایران و 3 سال پس از صدور قطعنامه 598 شورای امنیت و اتمام جنگ، حقانیت ایران در دفاع مشروع به اثبات جامعه جهانی رسید. خاویر پرز ده کویار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، طی یک گزارش رسمی به شورای امنیت اعلام کرد که عراق به ایران حمله کرده و متجاوز است.